خبر خوش برای شهروندان افغانستان. سخنگوی امارت اسلامی افغانستان از تولید موتربس در افغانستان خبر داده است. ذبیح الله مجاهد در صفحه اکس خود نوشته است که از این بس ها برای خدمات ترانسپورت شهری کار گرفته می شود و مراسم افتتاح به زودی برگزار خواهد شد. آقای مجاهد تولید موتربس در افغانستان را گامی به سوی خودکفایی دانسته است. در این مورد همکار ما فرشته عظیمی نظریات مردم را در شهر گرفته است. تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. سلام به سرزمین زیبایم افغانستان، سلام به تمام هموطنان عزیز من کجایی که قرار دارین، انشالله که جور صحتمند و سرحال باشین. خوش هستم که مفرشت عظیمی در خدمت شما خوبان قرار دارم. و قسمی که شما در تصویر میبینین به یک مکان بسیار پر جمع و جوش و پر ازدهام آمدیم، سینمای پامیر نام داره و یک مکان پر جمع و جوش است. نام خدا بیربار به از زیاد است. انشالله که همه هموطنان عزیز خوش و سرحال باشن. دوستای عزیز، باید یادآور شوم که به چی دلیل امروز سینمای پامیر آمدیم و در این اواخر شاید همه هموطنان عزیز ما شاهد باشن که یک موتر بس در سوشال میدیا و یا صفحات اجتماعی غوغا برپا کرده. دقیق امی موتر است که تولید وطن و افتخار وطن است. ما باید با تولید وطن افتخار بکنیم، ولو که مواد خوراکه باشه و یا وسایل باشه. تولید وطن افتخار وطن است. به می افتخار آمدیم که به تصویر بکشانم که این موتر قشنگ تولید افغانستان زیباست، تولید وطن است. نظریات بعضی از دوستان را می داشته باشم، بعضی از هموطنان عزیزی که در این ساحه فعالیت دارن، به خصوص درایورای عزیز و کلینرای عزیز و بعضی از هموطنان دیگه که فعالیت مختلف دارن در سینمای پامیر، نظریاتش می داشته باشم در رابطه به این بس قشنگ. ان شاءالله که تا پایان از گزارش با ما همراه باشید. سلامون استری میشه. و علیکم سلام، تاسو په خیر راغلی. سلامات تاسو نوم دسته ده؟ نوم می مالستان. مالستان؟ مالستان ها. مالستان. مالستان. څنګه جالب نوم لري. نوم دې چای خوده؟ دارا من مشران می خوده. مشران؟ زه ډیر ما. دې نوم نه درځي؟ او. څه پیسه درځي؟ ا ته یې نوم؟ نوم نه او. نو ولا نوم می ډیر فخ نه دی، په تا باندې نه دی ځکه چې صحیح نوم نه دی سمانه. اول شي خپل په خوخه یو نوم کېده. نو مشران ولا مانی خود له اوس په دې مشور شو نو سبو مشورم پم دینو می وا وا مشورم مالستان مالستان ها مالستان مالستان جان څنګه د کاروبار فعالیت مو با شکر دی الحمدلله خدای دا محل خو په حال کار صحیح روان دی گزاره کوم زی د ننګرهار ولایت ای ماشاءالله همیشه به هر د همیشه به هر ولایت د همیشه بر د کوم زی د گوشتي ول سوال ها ها ډیر خو به پوجي می که خوځي ان شاء الله ول نزم خام خو ننګرهار ته خوځم وطن دی چکر و مالتي خوړل ته او نارنج خوړل ته بالکل و سلامات اوسې خا مالستان جان فعالیت مخه خود راضی ان شاء الله دا محل خو فعالیت صحیح روان دی و یو موټر دی چې یعنی ډیر په دې ورسته کې په سوشل میډیا کې غوغا کړی دا د وطن تولید د وطن ویار دی، زمنګ د هیواد ویار دی، زمنګ د هیواد تولید دی. دې پر سوینا لري بس ډیره ښه خبره ده بای چې نور کوشش هم سره وکړو او داسې موټران جوړ کی او دا خو زمنګ د وطن سرمایه‌ګان دی بای چې نورم داسې کوشش وکړي خې خې موټرې جوړې کړي او زموږ وطن ته مخ په وړاندې لاړ شي، موږ ترقي وکړو. ستا کوم موډل موټر خوښېږي؟ بس موټرې خو ټولې ښې دي نو څه به وي همدته د دې نه یعنی د دې نه پرته که افغانستان کې د موټرو فابریکې جوړ شي، یعنی کوم موټر دې خوښ دی چې هغه تولید شي؟ موټرې خو ښې ټولې ښې دي خو قسمه هر یو ماډل موټرې دي خو باید چې موټران هغه تولید شي چې مقصد د خلکو ته پکې ستونزې دغه شي پوه شوي او کوشش مشکلات رفع شي. مشکلات رفع شي همدا ملي بس خدای که نه چې د ډېری هیوادوالو مشکلات رفع کی. بالکل مسافر بری ده که نه؟ بالکل همدا سي دا موټر صحیح دی. دا موټر صحیح دی؟ صحیح. بس اوس منی نو؟ بالکل یې منم. سلامت اوسې ډېره مننه. کور ودان پیغام اوسه د هیوادوالو ته؟ هیوادوالو ته همدا پیغام ده چې خپل وطن ته راشي او خپل وطن کې کوشش وکړي، باید چې زموږ وطن جوړ شي او د سیالانو سره سیل شو او موږ ترقي وکړو، مخ په وړاندې لاړ شو.
ان شاء الله سلامات اوسئ خوشاله شي تاسو په کاروبار کې هم برکت خو ژوند درته غواړم الله شي تاسو ژوند دی وشي چې مونږ تم دومره واخره کور راغلو سلامات اوسئ خوشوان خو وخت خوشي به خوشاله شي سلامات اوسئ ډیره مننه زمنګ د ګران هیوادوال چې جواري خرڅو د موټر پاړی خواینه دلو ده واقعا د هیواد تولید د هیواد ویاړ ده باید په ویاړ سره افتخار سره واخلو او ګټه ترې نه پورته کړو نو تاسو ما سره مل اوسئ ماشاءالله بیروبار به ډیر دی دلته سینما پامیر کې قرار لرم نو وبګورو چې نور هیوادوال څه وینا لري د موټر پاړه خب بیننده های عزیز سینمای پامیر قرار دارم نظریت یکی از هموطنان عزیز را می داشته باشم در رابطه و می بس زیبایی که ساخته شده تولید وطن سلام خسته نباشید سلام علیکم سلام خوب هستی بخیر هستی زنده باشی نامتان بشیر احمد بشیر احمد بشیر جان خوب هستی شکر ان شاء الله بشیر جان مصروف چی کاربار هستی این نمیگه کراچی گه کما سن نمیجه دم سر پل گه کراچی دارم نمی کراچی نوشابه باب چطور است فعالیتتان؟ خوب است که خدا را شکر دیگه میشه یک چاره و گزاره میشه شکر که گزاره میشه می گزاره مهم از زندگی آه صد فیصد تمام شد سلامت باشی بشیر جان در رابطه با این موتر قشنگ بس بسیار زیبا چی گفتنی داری؟ والا همشیر قندی گفتنی را که داریم اگری تولید افغانستان باشه خب بسیار خوش میشه خب مگه میره ما تو کتمنان صد فیصد نداریم که از افغانستان تو پیشرفت کرده باشه که فعالیت داشته باشه یعنی باورت نمیشه هیچ وقت وقت که باور من نمیشه خو اگر باشه بسیار کار که نکرسه کار که خوب یک سهولت بسیار بزرگ ها بالاست یک افتخار بسیار بزرگ ها که افغانستان تو از چیزی که جور کنه در مملکت های دیگه ما ضرورت نداریم شکریان موتر میسازه که باشه که نباشه ای از دیگه مملکت باشه ایجا به نام که افغانستان بزنیش که افغانستان کل ما میبینیم که به چی حالت است این موتر شک سعی میکنی اگر اقا پیشرفت کرده باشه خدا را هزار بار شکر که ما قدر سعویش داریم که موتر در قدر پیشرفت کردیم ترقی کردیم سلامت باشه انشالله انشالله اگر قرار باشه که این موتر وارد شوه و به فروش رسانده شوه در شهر کابل جان اگر پول داشته باشه این تصمیم داریم بخریم؟ 100% ها ما انشاءالله چرا نه؟ اوی که حال وطن خود ماست که ما نخریمش خیلی کی بخریش؟ سلامت باشین تشکر تشکر شما کاربارتان برکت همیشه موفق باشین این پیامتان چی است به بعض دوستا و هموطنان عزیز؟ پیام ما اینمی است که مردم افغانستان باید که ناامید نباشه حالا هر روز که آمده دیگه بکشیمش که گذشته گزاره کنیم گزاره کنیم دیگه گذشته را صلوات دیگه آینده را احتیاط احتیاط از خداوند اینمی را میخواهیم کم مردم افغانستان دمیگه وطن خودم تو که موتر ساختین هم تو یک چیز دیگه بسازن یک شرکت بسازن که یک چهار نفر ده نفر تکار شود مصرف کار باشه انشالله انشالله سلامت باشه سلامت باشه در بسیار نیک پیام بسیار قشنگ سلامت باشه شیدا زنده باشین در کاربارتان برکت خب دوستای عزیز نظریات هموطن عزیز را داشتیم واقعا اگر در شهر کابل جان به فروش برسه یک سهولت بسیار خوب یک سهولت بسیار بزرگ یک افتخار بسیار بزرگ است به تمام هموطنان عزیز و ببینیم که دیگه هموطنان عزیز چی گفتنی دارن با هم یک جا میبینیم مشنویم سلام وقتتان بخیر شما بخیر خوب هستین سلامت باشین تشکر نامتان عبدالله عبدالله جان خوب هستی سلامت باشی عبدالله جان مصروف چی کاربار هستی والا خودم محصل هستم دا یکی از پانتونای شخصی رشته کمترسون سپیش میبرم سمسترای هفتم دیگه بانس بروز در موتره کار میکنم دریوری میکنم بخاطر کمبود اقتصاد مشکلات اقتصاد هست بسیار خوب همین موضوع برنامه ما ربط به مسلک خودت داره میلی بس است که غوغا برپا کرده در اواخر در سوشل میدیا تولید وطن است افتخار وطن است اگر قرار باشه که در شهر کابل جان با فروش برسه خریداری شوه چی نظر دارین نظر ما در باره از این پیشرفت و ترقی و تولیدات وطن ای افتخار کل وطن داراست کل افغانستان هستن فکر کنیم کشورهای هستن که نمیتونن تا بالا یک موتر بسازن با ما افتخار است سهولت است که افغانستان توانست یک موتر ملی بس بسازن و دیگه اگه این افغانستان رایج شود چی نیاز داریم با موترهای ژاپنی کوریایی یا کمپانی های خارجی تولید وطن خود ما باشه این موترهای کوستر هاست موترهای خرد هستن که در اواخر ترقی پیشرفت پیدا کرده کمپانی هاشون و این یکم سرمایه گذاری شود از طرف دولت از طرف مردم یکم حمایه شود تا کشور خود ما آباد شود چی نیاز است از کشورهای خارج بریم عمل ما موترهای داریم یک کلیک میگن
جنا سنت داره اکثر چون عمل در شهرک ها و ترافیک ها جمعواری میکند اگر تولید خود وطن ما باشه چی نیاز است همون شهرک برای خود کشور برشان سنت میتن جوای سر اصلی میتن نیاز نیست به کشور خارجی ما بریم پیسه ما را در کشور دیگه خرج کنیم همون پس سرمایه گذاری میشه در کشور خود ما یعنی نیاز نیست ما به کشور دیگه بریم هم وطندارای ما اینا چند روز پیش ایران رفتن 260 نفر چقدر با شلیک کردن زدن اینطوری کردن سرشان اگر کار و زمینه کار در کشور خود ما فراهم باشه چی نیاز است مردم برای به خارج دیگه افتخار است که تو یک پیشرفت ترقی در وطن بیا اگر خود ما بودجه شده داشته باشم اولی نفر شاید خودم باشم من موتر خریداری کنم یعنی خوش آمد اگر قرار باشه که به فروش برسه در شهر کابل جان وارد شوه شما میخرین؟ 100% چرا نه اطمان دیگه این وطن ما والا میت احساس دارم بخم تو گریان گرفته که کشور ما تو یک پیشرفت کرده که ما تونستیم یک موتر بسازیم خودم با قیمت جان ما شده باشه با ما را خریداری میکنم اما اندک بیجام داشت سلامت باشی عبدالله جان از نظر بسیار نیکت سلامت باشین این پیام آخری چی است پیام آخری می است که سرمایه گذاری و کاروبار در خود وطن باشه چی نیاز است به اطراف بریم و یک خواهشم از مسئولین است که مکاتب دخترانه را برای دخترها باز بسازن چون هر جامعه نیاز داره به یک دکتر، به یک انجینیر، یک استاد مکتب فکر کنه اگه تو پیش بریم نخواد یک ده سال دیگه یک دکتر در افغانستان بیافیم یا یک زنانه به ولادت باشه یک چیز باشه او نمیتونه یک مردینه او را تداوی کنه دیگه خواهشم از مسئولین است که فقط همه مکاتب تشکر از درک و احساست انشالله موفق باش سلامت تشکر زنده باشی عبدالله جان خوب نظریات یکی از هموطنان عزیز ما عبدالله جان را داشتیم تولید وطن افتخار وطن باید افتخار بکنیم و افتخار خریداری بکنیم و استفاده بکنیم ساحه سینمای پامیر قرار دارم به حد بیروبار است دوستای عزیز و این استادگاهی که ما قرار دارم استادگاه میدان هوایی است امی کاسترا کلن میرن طرف میدان هوایی نظریات بعضی درایورا را بعضی از کلینرا را بعضی از هموطنان عزیز که اینجا فعالیت داره را می داشته باشیم با ما باشه خب بیننده های عزیز در رابطه با این بحث قشنگ نظر یکی از هموطنان دیگه ما را می داشته باشیم سلام خسته نباشید زنده باشین شما خوب هستین بخیر هستین زنده باشین تشکر این بهترین کار نامتان اسم خودم جاوید است جاوید جان خوب هستین جاوید جان مصروف چی کاربار است؟ بهرام دکان دارم برگر فروشی دو سلابات بود. دو سلابات برگر فروشی. تو از کاربارتان خوب است؟ خوب است شکر نه شکری نمیگم چیزی که رضای الله است. بدون شک سلامت باشین همین که با کم قناعت بکنیم خداوند زیاد شما می. شک بشک چیزی که کم قناعت کنیم پیش زیاد شده نمی چیزی که روزی الله به خاطر دست نصیب ما باشه او بعد نمیشه قسمت واقعا سلامت باشین تشکر جاوید جان در رابطه با می بس قشنگ که تولید وطن است چی گفتنی داری والله بهترین کار دنیا است اگر این خود تولید وطن خود ما باشه این بهترین تو بلندی دیم بهترین محبت دنیا ده نمی است که تولید وطن خود ما با خود ما باشه بهترین کار دنیا است اگر قرار باشه که در شهر کابل جان به فروش رسانده شه و خودت میخری ان شاء الله واسه تمام ما پول بودجه چه داشته باشه واسه تمام ما باشه چرا نه یک مسلمان دیش تو یک جای برن بهترین کار دنیا است سلامت باشین تشکر چی گفتنی دارین گفتنی دیگه ندارم خواست شما زنده باشین موفق آرام باشین فقط احساس خوشی دارین زنده باشین سلامت باشین تشکر در کار بارتان زنده باشین همیشه موفق باشین سلام خوب هستین خوب هستین بخیر صحتمند جانتون جور است زنده باشین حال زمستان دور نیست نه ما شب روز نمیشه کار ماست یخ هست نیست پس اون که شب هم یکشمش بود آی ماشاءالله یعنی فعلا خونه خوردی فعلا ساحه در کل سرد است این ساحه خیلی سرد می باشه چون میتونم سرکسی سونم همی شمال کل همیشه مستقیما میاد و نزدیک به یخدان هم چنان است آ بله از گذرگاه بادش کل همیشه شمال میاد سلامت باشین تشکر نامتان محمد ناصر محمد ناصر ناصر جان خوب است فضل خدا خودتون خوب است زنده باشین تشکر مصروف چی کار بار؟ این همینجا کراچی لیلامی دارم یک سه چار تا خاطر رنگا رنگ میپوشیم آه دیگه سلامت باشی ناصر جان در رابطه با این بس قشنگ که در یه آخر در سوشال میدیا قوقا برپا کرده تولید وطن افتخار وطن است چی گفتنی دارین؟ در این دیگه چی بگم احساس خوشی دارم همی کمی میبینم یک تکه جوان میشم جوان هستم بخی جوان میشم جوان هستین جوانتر میشم آه ایر هر کس جور کدم میگم دستش از بسیدن هست واقعا دستش درد نکن الله آمین سلامت باشین تشکر واقعا افتخار وطن است و هر آنچه که در وطن تولید میشه افتخار ماست ما باید افتخار بکنیم واقعا این بس همچنان افتخار ماست یک وطن یک افتخار بسیار بزرگ است به وطن عزیز ما به هموطنان عزیز 100% یک بسیار یک
کلان گپ است. در کشور که یک موتر سایکل جور نمیشه، یک میلوباس جور شده، بخی کلان گپ است. خدا را شکر. گپ بسیار بزرگ. بله. افتخار بسیار بزرگ. بله 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 بخی، همونطور که میگید. سلامت باشین. اگر قرار باشه که در شهر کابل جان به فروش برسه، خودت بودیجه داشته باشی میخری از این موتر؟ چرا نمیخرم؟ دو دانه نمیخرم. دو دانه میخری؟ آم هر چیز خوش دارم زیاد داشته باشم. چیزی که خوش داری میخوای زیاد داشته باشی؟ آه هر چی که باشه زیاد باشه. انشالله در تمام آرزوهایت برسی ناصر جان. سلامتی بخیر باشی خدا. خدا باشی. همین بزرگترین هدف آرزوی خود چی است؟ بزرگترین هدف آرزوی من همی است که خوش باشم، کشورم آرام باشه، همی تو که است. آبادی وطنم هم میخوایم. آبادی وطن یعنی آرزوی هر هموطن عزیز است که کشور ما آزاد باشه، مستقل باشه، آباد باشه، هموطن عزیز خوش باشن. بله. زنده باشین. تشکر. کدام پیام خاص اگر داشته باشین ناصر جان؟ خواهش میکنم دیگه سلامت باشین. پیام خاص ندارم به مکل جوانا همی. پیام ما همیز که همی مکتب همی خوارای ما را ملا کنن، خوب میشن درس بخونن، تحصیل کنن. حالی کدام همو کسی که همی مکتب بسته کده خانمش یا همشیرش یا که زنی بیادرش خلاصه که از اقاربش مریض شد پیش دکتر مرد میبره؟ خیلی نمیبره. خوی که واز نشد تحصیل دخترهای دامن پیدا نکنه ای خانما چه رقم تداشت؟ تمام فعالیت متوقف میشه. صد فصد دیگه یک چیزی معلوم دار است دیگه. نمی خواهش ماست که از مکتبا باز شد در به پهنتون ها و مکاتب باز شد. آه نمی خواست ماست از دولت. دولت ما. سلامت باشین. تشکر. ای درک و احساس ای کاش تمام هموطنان عزیز داشته باشن و دست به دست هم بتن تا ای که صدای ما را بشنون. بله بله نمی اینمی که واس شود دیگه کلان گپ از دیگه ما دیگه چی میخواییم از دولت آرامی هست آرام هستیم دیگه چیزی نمیخواییم دیگه خدا را شکر است باشین. تشکر. جوانای ما مسافر نشه به کشورهای ایران و کشورهای اروپایی سالانه 100 تا 200 تا هموطن ما غرق نشه. جوان ما دیگه ما کدام گپ و مشکل دیگه نداریم. خودت کدام وقت جای مسافر یعنی پناه نبودی مهاجر نشدی؟ مهاجر زیاد شدیم. مهاجر شدیم ایران رفتیم. پس آمدین؟ آره دمر شدم. چقدر وقت زندگی کردی در ایران؟ در نتانستیم از همی سر ماست قدی مرمی میزد. پس برگشتیم؟ برگشتیم. شکر که صحیح سلامت برگشتین. تشکر ناصر جان از نظریات بسیار نیکتان، از پیام بسیار قشنگتان، از درک احساستان. سلامت باشید. کار بارد برکت این عزیب بعد هوا سرد میشم تو بازار لیلامی گرم میشه کار بار شما رونق پیدا میکنم. بله آه عزیب هوا سرد چه کجاست کراچی تر که باز ما بیان بخرم؟ کراچی ما هموش از بیان کل صفقه سرتان نمیدانی. زنان هم هست؟ نه طفلان هم هست. زنان هم داره ما اونو دا کرد یه مردان هم تنو؟ نه زنان هم دارم. زنان هم داری؟ من تایم کراچی ها کنم. بخیر باز ما یک روز میبینم که در کراچی چین اول لباس های لیلامی است. بخیر اگر خوشم آمد میخرم. بیاین بیاین صدقه سر تانت گپ آمد باشین. تشکر ناصر. خواهش میکنم. خدا بخیر بینید. خب ناصر جان یکی از لیلامی فروشی های ساحه زیبای سینمای پامیر نظریات بسیار خوب خود را شریک کردن در رابطه با این بس قشنگ و پیام بسیار قشنگ هم چنان داشتن. ای کاش درک احساس تمام هموطنان عزیز داشته باشند، دست به دست هم بتن تا ای که صدای ما را حکومت بشنوه، در به مکاتب باز شود تا ای که بتنن دختر خانم ها و خانم ها تحصیل بکنن در عرصه که خوش دارن، در رشته که خوش دارن ترقی بکنن، پیشرفت بکنن. خب دوستای عزیزی بود گزارش امروز ما فرشتازیمی از ساحه پرجام جوش سینمای پامیر نظریات مردم را در رابطه با این بس قشنگ داشتیم که باز هم یادآور میشم تولید وطن افتخار وطن است. اگر قرار باشه که قسم بس در وطن ما ساخته شوه و تولید شوه، فابریکه های زیاد ایجاد میشه، بعض از جوانان و هموطنان عزیز همچنان صاحب کار میشن و میتونن در فابریکه کار بکنن، مصروف شوند، مهاجرت نکنن، در کشورهای مختلف جان خود را یعنی زندگی خود را به خطر نیندازن. انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه، انشالله که از داشته های برنامه مستفید شده باشین. تا گزارش بعد دیدار بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. الله یار و نگهدارتون.